سلام و درود، افاقا حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدی. سلام به همه همزبانای خودمون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی که هستین خوب و خوش باشین. امروز قرار به دو تا خبر ریاکشن بریم که اولین خبرش این که مهاجرین افغان اون نخبگانشون رو قراره بذارن جایگزین کنن با نخبگان ایرانی، بعد نخبگان ایرانی خودمون رو میفرستن خارج. دومی خبری هم که قرار ریاکشن بریم، انگار کسایی که به مهاجرین افغان خونه میدن یا کار بهشون میدن جریمه نقدی میشن یا حبس ابد، یعنی تا این حد قانون سختگیری دارن برای مهاجرین افغان میکنن. بله اچا، حرف زیادی نمیزنیم، امیدوارم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. بریم سراغ ویدیو. قبل از شروع ویدیو بچه‌ها، قراره بریم یکی از کامنت‌های شما عزیزان رو بخونیم. دوست عزیزی به اسم قاسم نوشته سلام مادر، سلام داداش، فدای شما بشم مادر گلم و داداش گلم، ممنون از شما، قاسم هستم از افغانستان. یه جمله خیلی کوتاه ولی تاثیرگذار. ما هم از همینجا بهشون سلام عرض میکنیم، امیدواریم که توی تمام مراحل زندگیش موفق و پیروز باشه. دقیقاً. بچه‌ها بریم سراغ ویدیو، نظرتون رو اونجا بهتون میگیم. نماینده مجلس: برخی به دنبال جایگزینی مهاجران به جای نخبگان و جوانان ایران هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امور مربوط به مهاجران باید ساماندهی شود گفت اگر مانع مهاجرت افغانستانی ها به کشور شویم، در تامین نیرو در این بخش ها با مشکل مواجه خواهیم شد. ببین دوباره کارشون گیر کرد به مهاجرین. بله. الان دارن همه رو میندازن بیرون، میگه هی بخوایم این حرکت رو بزنیم به کمبود نیرو برمیخوریم. خب دقیقا همینجوره، یعنی از اولش هم حرف ما همین بود. دقیقا این همه ما ویدیو گذاشتیم. بله. آخرش رسیدن به حرف ما. بله. تهش این شد. خیلی جالبه. شبیم در تأمین نیرو در این بخش ها با مشکل مواجه خواهیم شد. یه سری از بخش ها هستش که به مشکل برمیخورن، اونم کار سیاهی که هیچ کس انجام نمیده. دقیقا. حالا میگم جایگزین دکتر و اینا هم دارن، آخه خیلی نخبه ها دارن که حتی چیز باشه دکتر هستش، برای ماشین هستش، تعمیرات هستش، مهندسی هستش. درسته، ولی خب اونا رو هم دارن میندازن. خب دیگه الان به خاطر همینه دارن میگه نیرو کم آوردن، نمیدونن چیکار کنن. شهردستانی در رابطه با وضعیت ساماندهی مهاجران در کشور اظهار داشت سناریوهایی در خصوص حجم مهاجرین در ایران شنیده می شود که یکی از این سناریوها این است که با توجه به گستردگی مهاجرت نخبگان، پزشکان و جوانان ایرانی به خارج از کشور، برخی از مقامات ما بی‌علاقه نیستند که مهاجران را جایگزین نخبگان و جوانان ما کنند. گرفتی چی شو؟ بله. دکتر مهندسه خودمون دارن میرن این مملکت، واقعا هم واسهشون سودی نداره دیگه، ضرر خالص. میگه بله. من با این همه موصلی درس و اینا خوندم بمونم تو این مملکت چیکار کنم؟ تهش هیچ چی. واقعا بله میره. بعد اینا الان دارن نیرو کم میارن، میگن خب مهاجرا بزنیم. آها، الان مهاجرا کجا هن؟ داریم میفرستیمشون کجا؟ افغانستان. بزور بگو پس چرا میندازید؟ چرا انداختید؟ واقعا ببین این همه من اصلا داریم میگیم چرا مردمو به جون هم میندازید با این کارات؟ واقعا چه حرکتی زدن. واقعا نیستن که مهاجران را جایگزین نخبگان و جوانان ما کنند. به گزارش شفقنا، وی با انتقاد از این موضوع که نمیتوان مهاجرین را جایگزین متخصصین کشور کرد گفت شاید با مهاجران افغانستانی بتوان جمعیت را یکسان کرد، اما از لحاظ تخصص قابل مقایسه نیستند. بنابراین شاید مسئولین به این فکر هستند که چون این افراد از لحاظ سطح تحصیل پایین تر هستند می توانند پیرو باشند. با توجه به اینکه افغانستان هم جز ایران بوده، لذا شاید عده این تحلیل را خطاب به جوانانی که مهاجرت کردند عنوان کنند که قرار است این مهاجرین جایگزین شما شوند. اما ما این سناریو یه جورایی دارن تهدیدشون میکنن دیگه، ببین اگه برید اینا جایگزین شما میشن. بله درست. ببین بعد خیلی جالب، اصلا یه چیز مسخره است، میگه سطح سوادشون. یه کامنتی من خونده بودم، طرف اومده بود به ما میگه مثلا شما خودتون افغانید، خب میگه بابا مگه ما افغانا چمونه که شما تا هر که یک میاد دفاع میکنه میگید تو افغان هستی، تو افغانی هستی، تو افغانستانی هستی، همینجا رو به همین جوری میگفت دیگه. خب چه فرقی میکنی؟ از دانشمند، یعنی واقعا بالا هستش، خیلی از دانشمندای بزرگ برای همین کشور هستن، کشور همسایه هستن. نمیتونید همچین حرفی بزنید وقتی یه ذهنی باز باشه
وقتی که واقعا باهوش باشه چجوری میتونی بگی مال کشور این برای ترکیه است یا اون طرفه برای افغانستانه؟ ما چند تا ویدیو رفتیم از میلیاردرش رفتیم، از نخبه‌هاش رفتیم، از شاعراش رفتیم که همه اینا بزرگتریناش برای افغانستان بوده. این تهدیدیه برای اونایی که دارن مهاجرت میکنن از آره ایران. میگه اگه برید یه نفر دیگه هست جاتونو بگیره. جاتونو میگیره، تازه حرفی هم نمیزنه. اقامت چیز ایرانو بهش میدین. نمیدن. بعدیش اینه که اقامت ایران نمیدن. با این گنگکاری که کردن کسی داخل ایران نمیمونه. به خاطر همون نمیپذیریم، چرا که تمام دنیا افراد با کیفیت و متخصص را به عنوان مهاجر میپذیرند. آقای اردستانی ادامه داد: من در استرالیا که درس میخواندم از نزدیک شاهد بودم که مقامات این کشور به دنبال افرادی بودند که با آنها نیاز داشتند. ما هم باید همین کار را انجام دهیم، اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی مرزها را باز کرده و برخی از شهرها به شهرهای مهاجران تبدیل شده است. طالبان ناتوان در اداره افغانستان است، بنابراین مردم این کشور چون راه ایران را باز می‌بینند با مهاجرت به ایران دنبال کار می‌گردند تا پولی بگیرند. اون طرفو دیدیم، میگه من استرالیا درس خوندم، مهاجر رو میگیرن چون نخبه و مثلا چیزم میگیرن. خب برای چی الان برای چی بهترین کشورها هستن؟ چرا الان به ما میگن سطح نمیدونم سوم و پنجم و اینا؟ ما غیر از اینه، چون عقلشون میرسه میفهمن، میگن بابا نخبه ها رو نگه میدیم، اقامت چی آخه؟ یه خونه بهش میدیم، یه پولی هم بهش میدیم، ده برابر اون پولو در میاریم. واقعا همینطوره. غیر از اینه، طرف مهندسه، پا میشه میره آلمان، میگه آقا فلانی من به تو اقامتشو میدم، خونم با ما، حقوقتم با ما، تو باش اینجا کار کن، اونم کار کار بکن، ازش استفاده میکنه، میکشن ازش، از توش در میارن، صد برابر از اون پولو در میارن. درسته. ولی ایران نه، ما چیز مهاجرا قبول نداریم، سطحشون پایینه. با حرف مفته به خدا. چون راه ایران را باز میبینند با مهاجرت به ایران دنبال کار میگردن تا پولی برای خانواده خود بفرستن. البته شاید ارزش پول افغانستان بالاتر باشد، اما به دست آوردن آن سخت بوده و قطعاً کیفیت زندگی در ایران بالاتر است. وی در پایان خاطر نشان کرد ما باید مهاجران را ساماندهی کنیم و اجازه ندهیم هر کسی وارد کشور شود. اما دقیقاً میدونی یاد کدوم حرفم افتادم؟ همون ویدیو رو اگه دید رفتیم ریاکشن، گفتم سیب خراب میوه رو میچینم، میگم میوه خرابا رو بندازیم بریم میوه خوبا رو نگهداریم. اینا یه سریا رو میفرستن برن، یه سریا رو دوباره پول میدن، دوباره قبول میکنن. تمام این ویدیوهایی که ما گذاشتیم، ما از قبلش همه چیزش رو میدونستیم، تهش رو میدونستیم واقعا. یعنی اصلا ربطی نداره که چیز باشه، درجه پایینیش بکنیم یا درجه بالاش بکنیم یا خوباش رو انتخاب بکنن یا بداش رو. هر مردی، هر آدمی، هر زنی، هر بچه 100 میلیون دولت ایران ازش میگیره، باز وارد کشور میکنه، مردم و ایران و مسخره و مچل خودش کرده که چی؟ که داریم افغانستانیا رو میندازیم بیرون، مردمشو دارن برمیگردن کشور خودشون، دائما شلوغش کردن، پلیس این برمیاد پلیس اون، نه همش بازی، همش فیلم بود، همش بازی. از اول تا آخرش همش فیلمه. بهت گفتم خوب و بدشون رو میخواستن جدا بکنن، آمار رو در آوردن، دیدن نمیتونن چیزه، بعد میگن اوکی ما حالا دوباره دوست همسایه هستیم، اینجوریه، با حقوق کم مال ما کار کنی. کنیم و اجازه ندهیم هر کسی وارد کشور شود. اما این را هم نباید فراموش کرد که یک سری کارها در ایران مثل کارگری بیشتر توسط اتباع انجام می شود و ایرانیان خصوصا جوانان آنها را انجام نمی دهند. بیا این حرف دیشب ما که تو اون ویدیو رفتیم غیر از این بود؟ حالا این که کارگریه، خیلی از جاهای حتی یه کامنت اومده بود که من خوندم برای فاضلابا داخل این کانالای آب، کامنت گشودم گفتم بابا من تو این فاضلابا اونجا کار میکنم. واقعا خودش اینا داره تو ویدیو میگه، میگه کدوم آدم جوون ایران، خود دولت ایران دیگه داره میگه، داره میگه دیگه، تو مجلس مطرح شده اینجور مسائل، ما از خودمون در نمیاریم دیگه. اون وقتا ما دفاع نمی کنیم، گفتیم اگرم میخواییم بفرستین مثل آدم بفرستین، انسانیت خودتون رو نشون بدید، این لباس انسانیتتون رو تنتون کنید، عقلانن
تو که داری میفرستی مثل آدم بفرست. دقیقا. میلیون ریالی برای بکارگیری مهاجران غیر مجاز در قزوین. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت کارفرمایانی که از مهاجران به صورت غیرقانونی در استان بکارگیری کنند روزانه 12 میلیون ریال جریمه خواهند شد. روزانه تازه میگه 12 میلیون ریال ازشون هی جریمه میشن که بهشون اگه کاری چیزی بدن. هر سری دارن هی کم و کسی میکنن به خاطر همونه. این همش از بودجه دولت صحبت میکنه که به کسری برخورده. جیب خودشونو میخوان یه جورای پر بکنن دیگه. دولت جیبش خالی شده. به هر حال اینا رو میندازه بیرون، نفری 100 میلیون ازشون میگیره وارد میکنه، دوباره برمیگردونه ایران. از این ورم هر کسی بهش کار بده یه چیزی هم از اینا مسدود میکنه. زندانیا رو یه پولی هم اونا چیز میکنه. اونا که زندانی براشون میباره، یعنی چیز قرار بود یعنی جریمه بشن. بله درسته، جریمه بشن. بله باز دوباره پول بدید شما برگردید سر کار. فرق نمیکنه. خسرو طریقی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی و استانداری قزوین از جریمه 5 برابری حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال در صورت بکارگیری مهاجران به صورت غیرقانونی خبر داد و گفت مطابق قانون کار اتباعی که فاقد پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری کارفرمای آنها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد. یعنی کلا پول بدی مدرک بگیری تا آخر بدبختی میدونی چیه؟ کامنت واسه ما میاد، طرف میگه با ما 100 میلیون دادیم. من نمیفهمم 100 میلیون رقم کمی نیستش تو ایران. بله. خب میگه 100 میلیون دادیم ولی باز یه کاغذ باطله به ما ندادن تا دقیقا بدونیم بریم یه کاری انجام بدیم. میگم اینا همش بازی سیاسته که در میان در مورد یه سری کامنت می‌نویسن مال آب و درن از آره ما میپرسن. میگه ویدیویی که گذاشته بودیم اومده بودن ما رو تهدید کرده بودن. خیلی جالبه، نصف ایرانی اومده بودن گفت حقابه رو چرا به ما اینجوری کرد. اضافه کرد اداره کل اشتغال مهاجران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات مهاجران غیر مجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به آنها ابلاغ کرده و بر اساس آن تیم‌های بازرسی ویژه اقدام می‌کنند. طریقی بیان کرد میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات مهاجران غیر مجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز مبلغ 11,943,640 ریال تعیین شده که در صورت تکرار این میزان دو برابر. من نفهمیدم اون تیکه آخرش خورخواب چرا روندش کرده اومده اذیت میکنه. بابا به خدا مغزش رو من نفهمم چجوری به خودش میگم ما دکتر مهندسی. من واقعا درک خوردهی مهمه. آره خوردهی ها براشون مهمه. 640 ریال تعیین شده که در صورت تکرار این میزان دو برابر خواهد شد. این مسئول بیان کرد با توجه به موقعیت خاص استان قزوین و شاخصهای صنعتی، کشاورزی و ساخت و ساز در حوزه صنعت ساختمان از تمامی کارفرمایان و همشهریان گرانقدر در سراسر استان می‌خواهیم تا قبل از بکارگیری مهاجران از دارا بودن تمامی شرایط احراز شغل توسط اتباع خارجی مطلع شوند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین عنوان کرد تمامی کارت‌های کار صادره برای مهاجران دارای مشاغل تعریف شده است. بنابراین مهاجران مجاز برای اشتغال باید در همان شغل به کارگیری شوند. یعنی خودشون دارن میگن کارهایی که براشون تعیین کردیم دیگه. فقط اون کارا رو اجازه دارن برن. که اونم همون نمیدونم کارهای سیاه خودمونه. بله درست. کارهای اینجوری و پس میبینی همش بهونه است دیگه. یعنی قشنگ بهونه رو دارن میارن. مهاجران مجاز برای اشتغال باید در همان شغل به کارگیری شوند. طریقی یادآور شد مناطق مجاز برای حضور مهاجران در استان فقط بخش مرکزی و کوهین شهرستان قزوین بوده و تردد، اشتغال، سکونت و تحصیل مهاجران در سایر مناطق استان ممنوع است. اوه پس تو قزوین کلن همه رو چیز کردن دیگه، همه چیزش رو آره ممنوع کردن که پاکسازی بکنن دیگه. ولی خیلی جالب بود یه دونه کامنت دیگه اومده بود که من خوندم، یه نفر برامون نفرین کرده بود.
امیدوارم که شما رو دستگیر بکنن. به شما رو دستگیر بکنن، دادستانی خودم اونجا بیام شهادت بدم چیز بکنم. بله درسته. یه چیزی خواستم به این عزیز خودمون بگم، هیچ کس با دعا نیمده که پا نفرین بره. امیدوارم همیشه این زبون بچرخه و دعای خیر برای همه باشه، نه نفرین کسی. بعد میگم حالا برای ما فرق نمیکنه، از راه دور بود تأثیری نداره. همش حرف مفت بعضی هست، اصلا عقلشون نمیدونم چی میکشه، واقعا دارم میگم. طرف توی نمیدونم یوتیوب و اینیسا اینا بدتر از اینا رو داره انجام میده، بدتر از اینا انجام میده، راست داره میچخه. بعد ما بیایم داریم در مورد حق صحبت میکنیم، در مورد انسانیت صحبت میکنیم، بعد تازه چی میگیم؟ میگیم آقا دارید اخراج میکنید، اخراجتون رو بکنید، ولی مثل آدم. بله درست. دارید تو میای شرایط شغلی میذارید مثل آدم. کل ویدیو ما رو سرجم هر کسی بیاد ببینه عقلش واقعا صحت عقلی داشته باشه، ما نه از این ور دفاع کردیم نه از این ور، فیلمی که دیدیم نظر دادیم. دقیقا گفتیم، فقط آخرش گفتیم آقا مثل آدمیزاد انسانی. بابا حیوان با انسان خیلی فرق داره، غیر از اینه دور از جون واقعا. باز دمتون گرم بچه‌ها، تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اینم یه دو تا خبری بود که می‌خواستیم ریاکشن بهشون بریم، که از انتقال مثلا چیز نخبگان و فراری دادن اونوری و اصلا میگم صحبتایی که داره میشه بالاخره همه حرفا برگشت به همون حرفای ما. ببین کلا همه حرفای ما رو زدن دیگه، میگم کل ویدیوهای بچه‌ها کانال ما رو برید ببینید، چند وقت ببینید دقیقاً آخرش رسیدیم به این ویدیویی که قرار بود ببینیم. باز دمتون گرم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی، فعلا.